الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يكثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل توثرون الحياة الدنيا بل يوثرون الحياة. الدنيا بَتْ تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير والآخرة خير وأبقي والآخرة خير وأبقي إن هذا لم في الصحف <سؤال> الاولى <سؤال> ان هذا لم في الصحف الاولى ان هذا في الصحف اللولي صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا اذا جيء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره انه كان توابا. واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظيم. بله بیننده های نهایت گرامی قسمی که تلاوت زیبا و روح افزای جناب استاد شیخ زکی الله نوری را شنیدید که ایشان استاد در یکی از این های قراعات افغانستان عالی قراعات افغانستان استاد هستند شنیدیم واقعا که روح و روان ما را تسکین بخشیدند تشکر جناب استاد بسیار زیاد دوستای عزیز قرآن کریم از وجوه مختلف معجزه هست یکی از آنها اعجاز بیانی قرآن عظیم و است اعجاز بیانی آن چیزی که مربوط به جنبه های ظاهری و ساختاری الفاظ قرآن عظیم و هست که خود ساختار ظاهری و جنبه ظاهری الفاظ قرآن کریم هم ابعاد گوناگون در بر می گیره یکی از آن جمله بود زیباشناسی و موسیقی الفاظ قرآن عظیم شن است که مبتنی بر ظرافت لطافت و بداعت موسیقی سهرامز واجه های قرآن کریم د بر میگیره و هر قدری که ما کوشش بکنیم به رازههایی که در این نوهفته هست هموقدر ما را نزدیکتر به قرآن عظیم شن میسازد بناا ما همو مقوله و یا گفتاری ر که حضرت علی رللهه در ای باره فرمودند که میگه ان القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق که قرآن دارای ظاهر زیبا و باطن جرف است آه آه به همی ما اکتفا میکنم و صحبت های متباقی را به جناب استاد میسپارم ولی چیزی باز که شما هم ما را تا اخیر برنامه دنبال بکنید و انشالله از داشته های این برنامه که کاملا برنامه قرآنی هست استفاده اعظمی میکنید و اولین سوالی را که ما میخوایم چون موضوع موضوع لحن و صوت است و موسیقی قرآن عظیم و شن میخوایم که آداب تلاوت قرآن عظیم و شن چیگونه هست بعد از یک وقفه کوتاه از جناب استاد میبینیم و میشنمیم بله برگشتیم بیننده های گرامی در ارتباط به آداب تلاوت اگر روشنایی انداخته شود چه زیباست که در این برنامه کاملا قرآنی ما اولین چیزی را که معرفت پیدا بکنیم آداب تلاوت باید باشد بسم الله الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله اما بعض فعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظیم سلام عرض ادب خدمت شما مراد صاحب عزیز دست تلویزیون طلوع و بیندوهای عزیز سلامت, سلامت. الله کنه که لباس به تن داشته باشیم ممنونت طبعا موضوع بسیار مهم هست و آنچه که متعلق به کتاب الله سبحانه و تعالی است همش مبارک هست خوب است که دری بحث صورت گرفت خلاصه میاییم به ادب تلاوات قرآن کریم البته قبل از کی ما تلاوت وکونیم یا ارادی قرائت قران کریم را داشته باشیم چند چیز رو باید در نظر گرفت بهتر است که اولا نیت ما بسیار پاک باشه به خاطری که قران کریم به اجماع علما متفق علماء افضل الذکر است بله بهترین ذکر ها

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم البته بعض العلماء استنباط ميكن ميكن وقتي تلاوات خلاص كردي فاستعذ بالله من الشيطان إذا قرأت القرآن تستدلال ميكن ناشا كدر أخير ددلت ريا ريا وسمعة كذي بيداشة وخطر بلي با. نية بصار مهمة كي وقتي كي ميكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما بنا بالله سبحانه وتعالى مبرم واولین کسي کې مې شنوو ته لواثه مر الله سبحانه وتعالى هست به می خاطر دیگه عمرات را فراموش بکونیم بعد بعدن آه... طهارت ظاهری و باطنی بسیار مهم هست الا یمسه الا المطهرون باید نظافت را مراعت بکونیم خاصن مسواک به خاطر کی غذای ملائکه البته ذکر است <applause> ب ا انسان وقته قتلاوت میکنه ملائکه خاطر نزدیک میکنه نزدیک میکنه کلابا حتی دهنه شه در دهنه کسی کی قتلاوت میکنه میگذره به می خاطر رسول الله, الله بسیار تاکید میکنه کی نظفوا افواحکم فانها مجرى القران یعنی شما دهن های تونه بسیار پاک تمیز کنی و تاکیدش بسیار زاد به می است کی بعد مسواک صورت بگیره و مسئله سوم کی ته حدم کن کوشش شوه کی یک جای پاک و مناسب را اختیار بکنیم مکان, مکان مناسب پاک که در گمان مردم پاک مثل مساجد بهتر است که بشینیم تلاوت بکنیم اگر در خانه هستیم باید یک مکان پاک و منظم را اختیار بکنیم به خاطری که افضل و ذکر است ما وقتی که به طلاعات قرآن کریم میشینیم باید هم آمدگی ها را داشته باشیم ځای باید بشان قرآن خود, خود زینتکم عند كل مسجد مراد لا. از مسجد دنج مراد از مسجد هم نماز اس ام قراته قرآن کریم هر عبادت کی باشه باید آمادگی هم تام داشته به مسئله چارم کی باید رو به قبله بشینیم بسیار خوبه مسئله چارم کی وخت تلالات میکنیم به کل جوارح خود به تلاوات بکونیم تنها به دهن نه یعنی همه جوارح ما باید شریک باشه در تلاوات قرآن کریم روحان و فکرا مبايت متوجي تلاوت قران بكنيم بايتای کی دروجات ای عذاب اس استاد شویم طلب استغفار بکنیم جای کی ذکر جنت اس دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی بر مناسب بکنه به من ول اگر ما تلاوت کردیم هرگیز خستنه نشویم به خاطر کتاب هدف نزول قران کریم چنه چې دراتای کثیر الله سبحانه و تعالی می کتاب انزلناه الیکا مبارک لیدبر آیاته یعنی تا کو نهه تدبر بکنه در آیاتای نه ودر قرات ما بجافر مدني لتدبروا آيات يعني شو ما تدبر بكني وليتذكر أولو الألباب حتى ابن تيمة وبعض علماء ميجن كي البتا قراءة قرآن كريم بدون تفكر وتدبر ايش فايدة نداره بخاطر كي ما قرآن رمي خانيم اي اسلوب منهج زندگي هست باية ما بكني. تأثير بكنا اگر تأثير نكرت بايت خطر مراجعة بكنيم يعني قرآن كتاب وقتي وقت که خوانده شوه الله سبحانه وتعالى میگه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث بهترین كلام را نازل كده تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم أو مثانية تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم مثانية كبعض آياتها تكرار میشه مثل سورة فاتحة مياه جان كسي از الله میترسه استات میشه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله, الله. دغه جمله یکه نما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اگر ای حالت نیامد هم مستمعین خود را یک چک وکونن او هم قاری که آیه شروعش اخلاص بوده یا نه بوده یک سلسله قواعد را که اول ما ذکر کردیکره با شما شریک ساختم البته بحث های بسیار طولانی داره ادب تلاوت <applause> قران کریم ما همین چند تاش اکتفا میکنیم که مهمش است که باید ایرا مراد کرد از قرآن okay. نکاتی نایم. بود که باید هر کس بداند و بفهمد و در هنگام تلاوت او را باید مراد بکنند. چه خوب است که ما نمونه و اما اولگوی خود از پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر چیز میگیریم و اخذ میکنیم که در قرآن کریم هم اگر بخوایم که قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر امت خود بر صحابه قران ر رساندهبود تبلیغ ردبود چ ونه بود تبلیغ, تبلیغ پانبر قرآن ر به امتش بسیار عال مش ک عنوان ازر بذرم یف بلغ النب صى اللهله القرن لمتهسار لأمت. ال قرآن کریم کتابی است که البته جرفت و اخذ ازی به تلقي و مشافهه شده است عن جبرائیل امین از الله سبحانه وتعال تلق ردهد ومحمد صلى اللهعليه وسلم از جبرائیل امین با دو طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را تبلیغت برامتش ییکی طریقه منطوق نطقان صوتی بله ک ویاک هم مکتوب بله سعید بن ثابت رضی الله تعالی عنه میګم میګم ما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی را نهښته میکنه وقته وحی نازل میشد گفت مجرد ک ما از کتابت البته فارغ میشیدم وقته کتابتش تمام میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما امر میکد کی يتا ر ك نوشته كدم قراءت بكنم ببينين تأكيد ره مه اگر ان كان فيه ساقت اقامه ار خدم حرف از ما ثاقت شده بود اورا برم تصحيح مکرد كي انجا يک حرف یا يک نقت چیزه باقي ماندهست مان. و از لابلاي قراءتش قراءتشم تصحيح مکرد برش ام كتابتش ر برش تصحيح ميکرد و ام قراءتش ره بعد ازیم ثم اخرج به الى الناس بعدازا تأید رسولللهصلهوتصحیحش در کتابت و در نطق صوتبعد از فتر مشیدم بر مردم بهمی طریقه نقل صوتي و مكتوب تاحال به صند متصل همنطور صحابه ازرسولللهصىالهعلمابعن از صحابه چنانچه که امام شاطبیه رحمه الله که زمه قراءات هست که منظومه شاطبیه در قراات صبعه مشهورترین کتاب استو میفرماد جزا الله بالخيرات عنا ائمه الله متعال جزا خير برك ايمه قران نسيب لنا نقل القران عذبا وسلسلا برما قران دا شيرين چنان رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق كرده بود و با سند متصل رساندس بسیار زياد تشکر جناب نوري صاحب دوستاي عزيز يک وقفه ودر و ارتباط به ان ما بسیار در دباري ازي كه قرائت سبا یا قرائت هفتگانه زیاد شنیدیم این که معنای واقعی از ای چی است چه معنی را ifade میکنه بعد از یک وقفه ان موضوع را پیگیری میکنیم برگشتیم و دوستان عزیز کسایی که جدیدن با ما پیوستن موضوع این هفته برنامه ما در ارتباط به صوت و لحن و یا آهنگ و موسیقی در قرآن و یا الفاظ قرآن میشه گفت ما مثل که قبل از وقفه گفتیم بسیار شنیدیم که قرائت سبعه و یا قرائت هفتگانه هدف و یا مراد از این قرائات سبعه و یا سبعه عشره چی است بسیار عالی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمات. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ ما تسر منه أو كما قال صلى الله عليه صل الله وسلم إي قرآن بهافت لغات نازل شدس يا بهافت وجه ابن جزري رحمه الله در فهمي حديث ميكي سيو باين سال ميكا ما تحقيق كردم حتى در مراقبش ميكي ميكا دود شايدان شراغا كي ميكا ني سابق استفاده ميكردم ميكو ايه تنفس كردم تاكي بمعنى حديث باي بردم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني بهافت واجه خندمشا الله سبحانه وتعالى تيسيراً بلاي أمت أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن را بهافت وجه نازل كت چرا؟ عربها قبائل مختلف بودن ونها لهجهاي مختلف داشتن اگر شما متوجه شده باشي در برنامه بعض اختلافات قرات در اخير سورة مباركة على خدمت شما عرز کردم بعضی قبایل بودند که میگفتند که فصلی هزار باربرش تکرار میکرده میگفتن فصلی فصله گفته نمیتانست انزلا علی ثبعت احرفین یعن زمانی که پیانبر صل اللهعله وسلم از جبرائیل امین قرآن را میگرفت همو وقت هفت گانه بود ای ک بعدابب بيحفت واجهز جنب الله سبحانه وتعالى نازل شبه صلى صل الله عليه وسلم صلح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أفصح الناس فسيحترين مردم بود باهار قبيلة بلهجش صحبات, صحبات ميكات وتيسيرا بلا يومات هذا سورة مباركة الفاتحه ميكي صراط الذين أنعمت عليهم قرأت إمام حمزة كوفية الذين أنعمت عليهم وموافقه أسم يعقوب بمي خاطر كي تيسيرا بلا يومات قرآن به ای هفت وجهه البته نازل شده است کي دراي فتح است اماله است ادغام است اظهار است خطاب است غیب اس افراد است و جمع اس کي همي هفت وجه البته قراءات سبعه وش دربرمیگره کي مراد از قراءات سبعه هفت قرااتی است ک از منظومه شاطبيه البته روایت میشه و سی قرات از طریق متن دره المدیه متمی هفت قرات است به ده قرات ده قرات عشره متواتر است که به هفت وجه خوانده میشه بسیار زیاد تشکر خوب امی قرآن عظیم و که فعلا در دست همه ما به دسترس است رسم عثمانی یا یک مصحف عثمانی گفته می شود قرائات سبع هم ده دا احتمال دارد یا نه بله رض صاحب عزیز سوال بسیار وجیه البته وقته چې مجاهدین شام او مکه او عراق در آذربایجان همروزي اونځه ملاقات میشن بله بعضه ها یو لهجه را میخن بعضش دیګه لهجه را اونځه خلاف واقعه شو دربیني صحابه حذایفه ابن الایمان رضی الله تعالی عنه خد الرسان با عثمان بن عفان گفت کی ادری کلامه قبل ان یختلفوا اختلاف اليهود والنصارى مبالي. میگم ما تر درک بکو قبل از اینکه اختلاف یهود و نصارا را اینها مرتکب شون و بکنن اختلاف را او به اتفاق 2000 صحابه خواست که قرآن کریم را یعنی يعني موحد بسازه که او را بنام مصحف الامام میگه تقریبا او مصحف را به اتفاق 2000 صحابه نوشته کرد و به طریقی نوشت کرد کی قرائات سبعه را احتمال داره یک مثال به خاطری که برنامه ومثال تن بالمثال يوضحها المقال کوشش میکنیم تا حد امکان بعض مثال ها را تقدیم بکونیم بلی کی وضوحت شوه برای میندها عزیز مثل کلمه‌ی مالک یوم الدین اگر شما ببینید در قران کریم مالک میم الف لام کاف نوشته نشده در کورش یک جای نوشته شده است بالای لام یک الف کوچک هست این به خاطر کی اغلب قرائ از دا امام قراات چهار امام امام معصوم کی کی شروعات حفص اس که ما میخوانیم قرائتش را یعنی روایت شده در افغانستان امام کسائی امام یعقوب و خلف 20 ها میخوانند کی مالک اومیدین دیگه 6 امام میخوانند مالک اومیدین و براردوش توجه هم ده قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ, الناس. بله و انجا مالک نوښته نه شوه ده ملک نوښته شوه ده بله کته قراءت مالک را احتمال داشته بش اگر ك... بیتو نوښته میشد کی مالک ب الف باز خلاط ملک را احتمال نه داش مصل کلمه اهدنا الصراط المستقيم اگر ای اي... بصادنا نوشته أصلش مش اسلش بسين هاس بس. إهدنا صراط من سرطة اي ابتلع ارارة سراط بخاطر من سرطة مين كي يكاسي دراميرا ايرا ابتلع كنا و آه وبصاد تا قراءتي آه كي با اشمام از قرات حمزة إهدنا ناس المستقيم كي احتمال داشته بس. باشا بسين ميبود ميشد كي صاد را احتمال داشت ولكنو قرات را با احتمال نداشت بواسط بصاد نوشته شده كي و قرائت اشمام رم احتمال داره خوب چون موضوع اصلی و اساسی ما در ارتباط به لحن و صوت است و یا ای که آهنگ و موسیقی در قرآن است خوب از گزارات تیر میشیم از این موضوعات که امی قرائات شاز و یا که قراعات متواتر فرق بین از چی است؟ بسیار علی اولا قرائات متواتر ده قراعاتی است که به اونمو هفت وجهی که البته پیشتر حدیث خدمت شما عرض کردم به این وجه خانده میشه و سند متصل سي شرط دار قراءات. ابن جزري ميك فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال يحوي وصح اسنادا هو القران كموافقه نحو عربي را داشته باشه واحتمال رسم عثماني را و سند متصل داشته باشه اگر ازي سي شرط شارد. يك شرطش يعني ساقط شوا باز قراءات از متواتر ميره به طرف شاذ شاذ الشاذ در نمازها و در عبادت البته خندانه نمی‌شوه استفاده فقط در مجال لغت العربية و در تفسیر خوب معنای زیبا داره مثال لقد جاءكم رسول من انفسكم قرات شاز ميكي من انفسکم یعنی يعني از نفسترین شما خبترين شما يعني در مجال تفسیر قرات شاز به کار برده میشوه اما در قراءت متواتر که ما در نماز می خوانیم نهخیر ایده قراءت میشه که در نمازهم خوان کلش از جناب الله سبحانه وتعالی نازل شده است و میشه قراعت شاهز تفسیری بوده که صحابه به او اشاره کردین فیما بعد مردم گمان کردین که ا قراءات بوده در حالی ک قراءات به تواتر ثابت ياك یک حرف شکسی تو بالا کردن هم میتونم بله. که ما مشاهده بیدیم که و مال قیاس فی مدخل فدون کما فِيهِ متکفل آنچه بر ما است از رسول الله صلی الله علیه وسلم بسند سند متصل این همی کفایت میکنه و قیاس در مجال قرائات مدخل نداره خوب است قسمی ما پیشتر گفتم که ارتباط به لحن و موسیقی و آهنگ در قرآن صحبت میکنیم در اینجا موضوعاتی هست مثلا ما چگونه باید تلاوت بکنیم مراد از سند متصل را که پیشتر شما یادآوری کردید در سخنهایتان مراد از این چیه هست از این موضوعات ما فکر میکنم باید بگذاریم و بیایم به این که مقامات مقام که بسیار ربط و چیز با موسیقی قرآن دارد صحبت در دا ارتباط داشته باشم که مقامات چیست آیا خواندن قرآن کریم با مقاماتی را که قرآ و امروزه کسایی که تجویز کردن برای تلاوت قرآن عظیمشان جایز است یا نه؟ بسیار عالی بازار مقامات امسابه بسیار گرم هست بله قبل از اینکه در بحث مقامات داخل شویم یک چیز بسیار مهم که قرآن خودش طبيعي ملحنه زيباست يقينن خودش як جرس او як موسيقي وګويم اگر يک صوت خاص به خود دار که ور البته تجوید ميګيم بله يعني كيفيت قرات رسول الله صلى الله عليه وسلم دایي بسر تاکید شو داس در خوندن قرات قران كريم به صوت زيبا او حسين بله به شرط ازي كه از قواعد تجوید خارج نشويم در نتيجه ما میخواهم که قران کریم را زیبا تلاوت بکنیم تا حد امکان کوشش میکنیم که امر رسول الله صلی الله علیه و سلم ماسکی زین القرانه باصواتکم فان الصوت الحسن اه یزيد القرانه حلا حلاوته وبهاء طبعا وقتی که قران زیبا تلاوت تاثیرش زیاد میباشد یعنی ما هر طر عادی سر کلمات نمیگذریم اینا این خو بسیار مهم است که ما باید قران را زیبا بخانیم آیه شرط و شروطش چی است با کدام طریقه ما میتونیم که بایي مرحله برسيم آیا در بين تلاوت قران كريم وان چې کومه سماع په مقامات اس کوم رابطه است به موسيقي خب اول وفتيم کې شرط اساسي شي کې باید ي قاري تجويد رات داشته وي تجويد مهم ترين بخش است بدون تجويد ما داخله نموشيم د دا اي مجال تجويد يعني لا منازعه دي د اي مرزا نه شي کې باید تجويد یاد شوه مرحله دوم معاني قران كريم را درک کوئ مرحله سیوم بعد از او باز ما که تجوید رام یاد گرفتیم و معانی کلمات قرآن کریم باز تعبیر میکنیم یعنی بدون فهم کلمات تعبیر کردن سخت است بید یک کلمه را که ما معناشا نفهمیم بل. چطور اورا تعبیر بکنیم و در بین طلاوات قرآن کریم و تجوید و انچه که مسما به موسیقي است و مقامات البته یک مثال پیش میکنم تا موضوع آسانتر تر خوب است این موضوع را و مثال را که شما میخوایی که به بیننده توضیح بتین خوب است که یک وقفه کوتاه بگیریم و یک کمه که ما هم بالا با از این مکس بکنیم بحبه. که واقعا قرآن و زیبایی را که قرآن میخواهد از ما تلاوت بکنیم چگونه باشه مثال را که توضیح میدن استاد بعد از وقفه باز هم خوش آمدید بیننده های گرامی استاد زکی نوری استاد در انستیتیوت عالی قرائت افغانستان بحث ما در ارتباط به آهنگ و موسیقی در قرآن بود امروز که چه خوب موضوعاتی را اشاره کردن جناب استاد تا حال و مثالی را که توضیح میدادید بفرمایید گفتیم که باید قرآن زیبا تلاوت شده یقینا ببینین سابقا سفر بود مثال به مکه مردم سفر میکردن و حالا سفر میکنن فرق نمی بین این دو سفر بله حالا ده چند ساعت میرسن ولیکن سابق پیاده میرفتن یک ماره در بر میگرفت یک ماره بله همچنین در رسیدن در تمرین صوت بعضی ها از حالات موسیقی البته استفاده میکنن کی کار خوبی نیست بله به خاطری که این با عظمت قرآن در تضاد است فقط ارتباط یعنی امی نفهمیدم اصل هدفشان یعنی بعضها به خاطری که زود برای مستوای صوتی برسن به مستوای که طبقات صوت را خوب ادا کرده بتانن بلی بلی. و تغییرات برن از آلات موسیقی البته استفاده میکنن و من نصیحتم برشان ای است که از, از اینکه بگذارن اگر انسان بدیل داره اگر انس... خوب بدیل داره بدیل داره بله بدیلش چی است پیشترام اشاره کردیم که چطور رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را تبیق کرد. ما از استادایی که تقریبا 70 80 سال پیش البته اونها تسجيل کردن قرآن کریم در جمهوری عربی مصر. که از جمله شیخ محمد رفعت بله. اه محمد صدیق منشاوی، شیخ عبد الباسط، عبد الصمد مصطفی اسماعیل، علی البانا، ای قرایس عبد العزيز حسان اونها ای صوترا بموزی بایش از کسایی که قبل از اونها بودن به میراث بردن بله کو وقت تسجیلات نبود قبل از اونها ثبت چه وقت شد که اولین نفری که ثبت کرد قرآن کریم را محمد رفعت بود بله بر اولین بار در جمهوری عربی مصر بعد از اون محمد خلیل حسری شیخ وقت که مصحف مرتل را مکمل سی پاره ثبت کرد اگر ما از اونها گوش کنیم آهسته آهسته به مو مستوا میرسیم ابن جزری ببین در تقریبا در سال افسد هجري وما بعدش ومبارك در منظومي طيبة النشر البتاميكي ويقرأ القرآن بالتحقيق مع هدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي باز والأخذ بالتجويد حتى اللازم من لم يجود القرآن آثمه ومبارك عنده وقت إشارة ميكونا ما كساي رميش ناختين انها البتا تجويد ربيتقان رساني وكساي كي با با این چیزها آشنایی داشتن مردم نزد کسایی که تجوید را به قانون به با اوجه زیاد می رفتن بله. پیش از این نمی رفتن آیا ما میتونیم که مقامات را استفاده بکنیم در تلاوت یا خیر بله به شرط از ای که از قواعد تجوید خارج نشویم بله اگر ما در قوالب تجوید این مقامات یعنی مجموعی از نغمات هست بله. که در حنجره هر انسان موجود هست یا کسی ممکن یک دو آیت تلاوت بکنن او با مقامات هیچ آشنایی نداره ببین که به یک مقام برابر میاد. بله. فرق اینجاست که یکی تمرین میکنه یک نغمه خاص هست که سرازی تمرین میکنه او را جدا میسازه بله. یکی هست که مختلط از بنزدش نمیدانه که چطور از او خارج شود بله. فرقش اینه است که بعضی ها از استفاده شن مست... بله، 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 بله. بله، بله. خاطر فرق بسیار بزرگ هست در بین نوتات یا پرده های موسیقی و تجوید بلد. من یک مثال برتان میتونم اگر ما به آنچه که قوانین و قانون موسیقی است قران کریم مه طلعات بکنیم جایز نیست چرا به خاطری که نه پردهها و نوطاتش فرق می کنه اگر ما مثال به نوطات موسیقیان باید بگویم که ان لیلمنتق ایتونی جایز نیست با عظمت قرآن در تباط است قرآن کریمحدوبین شما فکر می کنید که همو موسیقی و آهنگی که در قرآن اظیم شهن وجود داره اونمو موسیقی یا هنر موسیقی از اینجا اخذ کرده ای چیزا یا ای که چگونه پیدا شده است بس موضوع میم که صدا اصل است موسیقی فرع بله من مالکن با پیشتر هم اشاره کردم که ما بریم به اصل بریم بله از حالات موسیقی دور میشیم به خاطر که با عظمت قرآن کریم و آنچه که قوانین موسیقی است با نوتات و مدود طبیعی تجوید در تضاد است در یک چیز توافق دارن در طبقات صوت بله یعنی طبقات صوت یک نفری که سوت متوسط داشته باشه دو اکتاف اکتاف یک اکتاف هفت درجه است که هشتمش جواب است باری. مثل ما اگر با, با, با عدد یک دو سه میشه که بایم که یک دو سی چار پنج شش هفت هشت اینجا پوره شد یک اکتاف بس بالا که 8 هشت هفت شش پنج چار سی دو یک و وقتی که میخوایم کیرا بلند ببرم یه گوکتاف دگان بلند میرم بله. که دو گوکتاف شوه که چارده در دو هفت بعد از او 15 هم باز جواب الجواب میاد بلندترین نقطه در صدا هست بعض ممکن که از 15 درجه صداهایشان پیشن من متوسط صدای متوسط اغلب نوت فیصد دو اکتاف از دونیم اکتاف از او زیاد نیست بله. یعنی بسیار صداهای کم از شاید به سه اکتاف برسه که تقریبا به بیست یک درجه میرسن امثال مصطفی اسماعیل احیانا و نقشه بندی یک مبتهل مصری بود رحمه الله جمیعا دیگه ما به تمرین یعنی قرای قدما یادت داشتن که هر صبح بلی. دیگه از خواب بیدار میشدن با طبقات صوت چی میکردن تمرین از پایین ترین نقطه که صدایشان البته شنیده شروع میکردند خود را تا بالاترین طبقه میرسن پس می و به وال تا که طبقات به نزد این سلیقه شوه اگر از پایین شروع میکنه وسط بالا میره که این آماده باشه اما آنچه که متعلق به قوانین موسیقی بیشتر گفتم خب. که او در تضاد است فقط در یک چیز امراش موافق است که در طبقات سود بالا رفتن و پایین آمدن اما آم، آم، ما می بینیم که قرای مده ای وقتا آهست آهسته از اتقان و آنچه که قوانین تجوید است می به طرف نوتات موسیقی میرن که ايبا حساب التجويد البته احيانا ماده تبعيه زياد ميكنوا مثال ميگم ان للمتقين مفازا حدايقا اگر مير مجودن بيگم ان للمتقين مفازا بس ازي زياد نميكنوا بعضا هم ميگين ميگين ان للمتقين مفازا اي تور زيادش ميكنن به خاطر آه. نغمه كي جايز نيست اينجا است كي خوب هدف در تلاوت قرآن کریم ما قبلا هم گفتیم که زیبایی قرآن عظیم و شن است هدف اگر زیبایی به می قسمی که شما گفتین در اخیر یک پرده را بالا میکنن یا ای که نغمه را ایجاد میکنه و به گوش سامین مثلا زیبا میشینه این چرا مثلا نامشروع باشه یا جایز نباشه بسیار عالی چقدر زیبا مه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذيك حديث رفعنا البتة الله سبحانه وتعالى در سورة مباركة المزام بالمفر بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا ترتيل, ترتيل. ترتيل أغلب, الترتيل أغلب المفسرين كلام علي كرم الله وجه رميك هو تجويدك للحروف ومعرفتك للوقوف تجويد حروف شرط يعني یعنی اگر ما از تجويد برامدیم به تجويد تجوید نغمه را زیاد کردیم و اگر ما تجويد را حقه مراعات کردیم به شک قرآن کریم زیبا میشه نه بله. به نغمه ای که ما به حساب تجوید بلند میریم میبرایم نه خیر ما کوشش میکنیم که ما خاطر بیشتر تاکید کردیم که اگر تجوید را باید قان رسانی دیم و در قوالب تجوید این نغمات را جای به جای کردیم چقدر خوب هست یعنی جمع بین دو زیبایی کردیم بله. و اگر خدای ناخواسته تجوید را باز از قوانینش برامدیم رفتیم به طرف نوطات موسیقی اینجاکه باز بعسلقرا بدترین قرات هیچ زیبا نیست ولوکه زیبا باشه به با مسامع مردم که در حساب تجوید باشه غلط هس کوشش میکنیم که قرآن فتم تبیع خودش ملحنهس ار ما غنه ازره مد ازره و ادغام اضهار ازر متوجهشمخش بسار زیباساماخوشازوشمنمبهصلیقه و طبیعتبشهاسارزبا تشکر بسیار زیاد جناب استاد دوستای عزیز میریم یک وقفه کوتاه دوباره بر میگردیم و بخش اخیر برنامه جالب تر است منتظر باشید انشالله با استاد بحث میکنیم این موضوع را. بخش اخیر برنامه هست دوستای عزیز اگر شما نتونستید از ابتدا برنامه رو دنبال بکنید به همراه،, همراه ما میشه که از یوتیوب چینل تلو کاملا برنامه را ببینید و از آن چیزی که ما در برنامه بحث کردیم استفاده اعظمی بکنید خب پیش از وقفه در ارتباط با زیبایی تلاوت ما صحبت میکردیم که چگونه با آهنگ و موسیقی و زیبایی ما قرآن از و تلاوت بکنیم که شما گفتید که نمیشه که ما آن آلت را که به خاطر یاد گرفتن و یا آموزش موسیقی استفاده میکنن از او در آموزش یا جور کردن صوت خود در قرآن کریم استفاده بکنیم پس چگونه ما میتونیم زیبا تلاوت بکنیم تا کاملا تجوید مراعت شود و زیبایی هایی که قرآن یکی از بخش های عمده از است او هم مراعت شود طبعا این سوال تقریبا تکرار و تکرار هم شد تقریبا و مصدر یعنی برنامه ما بود تقریبا باید. قرآن کریم را باید زیبا تلاوت کرد خوب رسیدن به خوب کار آسان نیست کار آسان هم نیست و را داره به حل داره ابن جزير رحمه الله ميكي مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف يعني كمكمل كم القران نزيبا بخان بدون تعسف وتكلف شي بايت كارت راي حلش از استاذي كي گفتم تقريبا از 70 80 سال قبل ثبت كردي اونرا بايت گوش بكنيم و اي بتمرين است وليس بينه وبين ترك الا رياضه امرين بفك ما كي تجويد را بيت خان رساني في و مرحله اخيرش كوش ميكنيم سر صدا كار ميكنيم سر طبقات صوت اي مقامات هشت مقامي مي ما كي بیات صبا و حجاز نهاوند رست سگاو چاراو عجم کرد تقربا بعضهشت مقامبضه کرده اضافه من ب نو مقام مرسد ای مقامات مجموع از اسوات است که گفتم ترتیبو تنظیم شده والا ا ای مقامات در حنجره هر انسان بالی. موجود هست ما بون مثال یک سوره کوتانااللهسرعابان مقامات تلاعات منم اعوذ بالله من الشطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى إياك, إياك. إياك. مقام بيات الأميال ما ودعك ربك وما قلى إلى صبا وللآخرة خير لك من الأولى حجاز شد ولسوف يعطيك ربك فترضى إنها وان شد. ألم يجدك يتيما فأوى إيراس شد ووجدك ضالا فهدى إيراس هي قومي قال ووجدك عائلا فأوى إيراس شد فأما اليتيم فلا تقهر يراها جميعا وأما السائل فلا تنهر يرا كرد ميجا در أخيرا بابايات بس نزول ميكونيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إني مهارات را با تمرین از استادا گوش کنی که به این مرحله برسیم همین مقاماتی را که خودت چه زیبا تلاوت هم کردی و هر کدا مشه بیان کردی در هر مرحلیش این مقامات یک جاها و مکان مشخص داره برای تلاوت یا ای که نه بله ما پیشتر گفتم که قاری باید معانی قرآن کریم را بفهمه تا تعبیر بکنه یک جای مثال عذاب برای کفار تو که و این الفجار لفي <جَحِيب> تو تخفص یعنی به خاطر ازی خفصی که اونا مستحق شد باید همین کار سرشان شنشوا تو باید یه یه به یک طریقه بخوانی که فرخونی هم مثال دعا میکنیم مثال میگیم که ربنا ظلمنا انفسنا این تروحنم بهم که ربنا ظلمنا انفسنا ایتور آه. أه. پرکواری نمیگم باید بیشتر با خوشو این مقام مثال سفر اختیار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر <applause> لنا وترحمنا بيني طريقة بس هل تجمع رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مقام حجاز را استفاده کردیم یعنی هر مکان به مقال هر مقال به خود یعنی طریقه داره روش داره که باید به مو طریقه گفته شد یک جایی که مثال آیت عذاب میاد باید متوجه باشیم طریقی گفتنش را چطور باید گفت جایی که بشارت می باید بفهمی که از کدام مقام استفاده بکنی مثال یو مناقول لجحنم مهالم تلاتی وتقول هل من مزيد ترى السماء وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد يعني فرق باشه ببین مقدمه قراي مقدمه رو گوش کنی اینا وی تعبیرات را دارن وقتی که موضوع تغییر میکنه یک مقام جدید را میارن علما مثال ده مقام یک مقام هستم که با یک طریق مقام نمیگم با یک طریق میخوام میجا كرسم نمیشه كردوش یک رقم گفت يعني وازلف قبل ذ يا مناقول لجحنم مهالم تلاتی وتقول هل من مزيد اي طرف تغيير ميتم وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد اي تعبيرات ده قرائي دي ده مشابه مخاطر تأكيد ماسك ورا گوش كني گوش كني تاکه به مرحله برسیم بسیار زیاد تشکر جناب استاد از اینکه به برنامه آمدید و موضوعات بسیار خوب و جدیدی را با ما شریک ساخته ان که دوستا و بیننده های ما که برنامه را دیدن از این برنامه استفاده از کرده باشند